سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم در مورد محصولی به اسم رتنوئید از برند اوردینری صحبت بکنم. خیلی از شما از من خواسته بودین نظرم رو در مورد این محصول بگم. برند اوردینری دو دسته محصول داره از زیر مجموعه رتنوئید. یه دستش غلظت‌های متفاوت رتنول، سه تا محصول داره، رتنول با غلظت‌های متفاوت درونش استفاده کرده. یه ویدیو کامل در مورد رتنول اوردینری دارم، اگه میخواین اونو تهیه بکنین حتما اون ویدیو رو اول ببینین. این پست در مورد رتنوئید هست که اومده توی این محصولات هایدروکسی پنوکلون رتنوئید استفاده کرده. میخوایم ببینیم این ماده چیه، با رتنول چه فرق داره، آیا واقعا اثر ضد پیری داره، اثر داره، اثر نداره، بگیریم نگیریم. پس اگه علاقه دارین ادامه ویدیو رو ببینین. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، یادتون نره این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، شیر کنین که این پست بیشتر دیده بشه و بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. همونطور که قبلا در مورد رتنول مفصل توضیح دادم، رتنول یک مشتقی از ویتامین آ هست که وقتی ما به سطح پوستمون میزنیم خودش به خودی خود نمیتونه اثر ضد پیری داشته باشه. باید یه فرایندی درصدی از اون رتنول تبدیل بشه به اسید ویتامین آ، بتونه بره به اون گیرنده های مشخص وصل بشه و خواص ضد پیری داشته باشه، پوست رو تحریک بکنه، کلاژن بیشتر بسازه، بیشتر سلول جدید تولید بکنه، خلاص خواص ضد پیری داشته باشه. بنابراین رتنول باید یه فرآیندی تبدیل بشه به ماده فعال. حالا هایدروکسی پیناکولان رتنوئید که حالا بهش میگیم HPR، ادعا شده که این ماده برعکس رتنول نیازی نداره تا یه فرآیندی تبدیل بشه به ماده فعال. گفته شده که خود این ماده رو سطح پوست میره به گیرنده های ویتامین آ وصل میشه و خواص ضد پیری داره، پوست رو تحریک میکنه، سلول بیشتر تولید کنه، کلاژن سازی رو بیشتر بکنه. یعنی گفته که مستقیما خواص ضد پیری داره، یعنی کمپانی این ادعا رو کرده. اولین نکته جالبی که باید بهش اشاره بکنم اینه که کمپانی خب ادعا کرده که این HPR یا هایدروکسی پیناکولون رتنوئید برعکس رتنول ساید افکت یا عوارض جانبی مثل اون سوزش، اذیت شدن، التهاب قرمزی که ممکنه رتنول روی سطح پوست داشته باشه گفته نداره. ولی نکته جالب اینه که رتنول هم استفاده کرده. اگه تو ادعا میکنی که این ماده اذیت نمیکنه پوستو و بهتره که از این استفاده کنی، خب چرا در کنار رتنول استفاده کردی؟ یکی از دلایلش اینه که شاید خودشون هم هنوز شک دارن که واقعا این ماده خواص ضد پیری داشته باشه. این ماده HPR جدیداً وارد دنیای آرایشی بهداشتی و اسکین کیر پوستی شده و هنوز تحقیقات زیادی در موردش انجام نشده. تحقیقات علمی قوی پشتش نیست که ثابت بکنه واقعاً این ماده مستقیماً میتونه اثر ضد پیری داشته باشه. هنوز خیلی کار باید انجام بشه که واقعاً ببینیم این ماده روی پوست اثر ضد پیری داره یا نداره. آیا واقعاً این که ادعا می‌کنن مستقیماً به گیرنده‌های سطح پوست وصل میشه درست هست یا نه؟ هنوز تحقیقات علمی قوی پشتش نیست. اگه تحقیقی هم بوده با سپورت حمایت مالی کمپانی ها بوده، جهت فکری داشته، یعنی بایسته، یعنی تحقیق مستقل علمی روش انجام نشده و به خاطر اینکه هنوز کارهای علمی زیادی در موردش انجام نشده و هنوز از نظر علمی ثابت نشده، من توصیه میکنم که وقتتون رو با این ماده هدر ندید. گرچه محصولات اوردینری اومده این رتنوئید رو استفاده کرده، کلی هم در موردش ادعا کرده، ولی اگه تو لیست مواد نگاه بکنین رتنول هم استفاده کرده. یعنی شاید توش خودش فکر کرده اگه این ماده اثر داشت رتنول وجود داشته باشه، اگه بخواد اثر ضد پیری داشته باشه. نظر من وقتتون رو در مورد برای این ماده هدر ندین. تحقیقات خیلی بیشتر و قوی تری در مورد رتنول انجام شده و خواص ضد پیری ثابت شده. بنابراین بهتره که از موادی استفاده کنیم که از نظر علمی ثابت شدن. خب این نظر من بود در مورد رتنوئید برند اوردینری. اگر در آینده های دور مقاله علمی پابلیش بشه ثابت بکنه این ماده واقعا اثر داره، خب مبارک نسل‌های آینده باشه، ولی چون الان کار علمی در موردش انجام نشده من توصیهش نمی کنم. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشین و من شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم. خدافظ.